حجت الاسلام احمد خزر بود معاون وزیر قاچاق مواد مخدر میکنه، قاچاق کالا میکنه، زیر ساخته حیاتی نظام مثل پروژه آمال هم پروژه ساخت سلاح هسته ای. آقا یکی اومد این دفتر آقا جاسوس پسرش اومد فلش مموری زد چیزی بود رفت توی میکنه به پروژه آماد همشون پوششیش تو وزارت جواد وزارت ناظری اطلاعات همین جواد ناظری که الان وزیر آی سی تی همون چیه آذری جهرمیه فعلی شخص آقای دوری نجف آبادی درگیر یک پرونده فساد برادر خانم دکتر موشی استانبول تو منطقه آکسارای خونه داره بودیس قلب تپندی خاکستری این آدم‌ها آدم‌های سالمی نبودن یا معاون اقتصادی یا همین آقای ادیبی که الان تو معاون اقتصادی آدم‌های سالمی نبودن آدم‌های صالحی نبودن نه آدمایی بودن که پول می‌گرفتن رشوه می‌گرفتن و خیلی می‌تونستن ساکن می‌شیدیم چقدر کثافت و لجن از سر و روی نظام داره بالا ما بازداشتگاهی داریم برام توحید که یارو لوینسون و فرود فولادوند و شایان کاویانی و 60-70 نفر دیگه تو اونجا بازداشت 60 خورده نفر هم 12 سال در از 13 سال پیش به این ور فرودش به دنیا از ترکیه از عمان امارات آره تو تهران من اینقدر میدونم که امام موسی صدر با خمینی مخالف بود اینو میخواد که استرداد کنن بیارن ایران تو اون محیط نگرد من میدونم سال 85 تو ایران بود از اون زندان شاید تو ایران کلن 50 نفر یا 30 نفر با خبر همین بازداشتگاه توحید یا مثلا یک کسی دیگه مثلا شایان کاویان ترکیه دزد رو بوده میشه خود بن لادن ایران زنده است این که تاسیس شد خب ترور بختیار حادثه میکنه از اون آرژانتین اینا رو استارت زد اجاره حرم امام رضا مسجد سید الشهدای رهبویان وصال شیراز خود وزارت اطلاعات سال 87 منفجرش کرد 14 تا کشته داد 208 نفر زخمی اینا رو من میدیدم طاهری زینب طاهری من کسی هم که پاشدم رفتم تو سلول انفرادی محمد سلاس توی دیدمش 26 نقطه سرش شکست مچاله شده بود گوشه سلول شرایطش منو ملتهب کرد انقدر اسناد متقم ولی خب سناریو رو چون سپاه ساخته بود که بتونه سرکوب کنه مجبورشون کرد که دیگه شبانه اینا در حالی که اصلا این پشت فرمون نبود یه کس دیگه بنده خدای اسپور انصار حزب الله پشت فرمون بود که میاد اتوبوس انصار حزب الله رو جابجا کنه شروع کردن ساچمه‌ای به شلیک کردن این ساچمه میخوره تو چشش میفته روی فرمون چششو چیز کنه میره رو چند نفر خب ببین این نشون دهنده چیه وقتی شکنجهگاه رسمی هست یعنی خامنه ای دستور داده من اینا رو و نمیتونستم ساکت بشینم به هر حال به هر قیمتی آدم نباید کاری رضا من برای مبارزه با اون اقدامات بد دارم این کار رو میکنم مجموعه کارنامه جمهوری اسلامی نه تنها نمره مثبت نمیگیره یک کارنامه سیاهه یک کارنامه ای که نکات مثبتش اینقدر کمه که نسبت به جنایاتی که کرده نمیشه مقایسش کرد آقای خامنه ای در عین ساده زیستی که داره جنایتکاره حکم قتل میده حکم ترور میده آقای خامنه ای مجوز شرعی میسازه از خودش در میاره حکم ترور میده پس الان حکم قتل ترام داده دیگه بعید بعید The Iranian regime also continues to export cruelty outside its own borders. Last week, an Iranian dissident, Masoud Malvi, was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil. The regime's brutality and immorality know no international boundaries. چون شما بخواید با یک کانال تلگرامی اونو به سخره بگیرید اگر به خودتون رحم نمی کنید به خانواده‌هاتون رحم کنید سعی کنید با تیم اطلاعاتی در نیفتید این برای خودتون بهتره طوری نشه که ما مجبور بشیم کاری رو بکنیم که بعداً وقتی بهش فکر میکنیم خودمونم وحشت زده بشیم از کاری که با شما ها کردیم قرارگاه دفاع سایبری اصلا کلیاتش باید محرمانه میدونید برای همین اسمشو گذاشتن یه اسم گذاشتن روش را بمانن توی این قرارگاه کارش چی بود؟ ما فعالیتی میکردیم برای دو تا چیز اول یک مرزهای سایبری کشور رو حراست میکردیم اگر حمله سایبری به کشور ما میشد ما باید پاسخ میدادیم باید مشخص بشه که متولی پاسخ سایبری کیه پدافند هوایی رو میزنه اون نیرو هوایی کار خودش رو میکنه زمینی کنه پاسخ سایبری کی باید بزنه مثلا
جوابشو بده ما باید بده. دو، اگر حمله کرد کیا باید برن دفاع کنن؟ خب ما یه مرکز ماهر داشتیم، مرکز ماهر سریع بررسی میکرد، تایید میکرد، یه مرکزی بین وزارت اطلاعات و وزارت ICT و سازمان پدافند غیر عامل بررسی میکرد که آقا مثلا ما حمله سایبری داشتیم، ویروس فلان اومده، ضد ویروسش رو تولید میکرد با همکاری دانشگاه، در اختیار اون نهادها میذاشت، آلرت میداد به مرکز آپا یا امنیت سایبری ارگانها اطلاع میداد و اون کار خودش رو میکرد. یه وزارت اطلاعات معاونت عملیات سایبری اداره کل 31-32 واجا داشتیم که عملیات‌های سایبری برای پشتیبانی نیروهای اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی واجا بود یا عملیات دستگیری که مثلا یکی رو میخوان دستگیر کنن. تعداد رفت 31-32 واجا. خب بعد این کارش این بود که مثلا ضد جاسوسی میومد روی آقای سوار میشد مثلا تو عربستان یا تو مالزی، کارش این بود که بچه ضد جاسوسی رو ساپورت بکنه و حالا سه کارهای دیگه. یک سازمان جنگال و دفاع سایبری داشتیم در اسمش عوض شده سازمان سایبر الکترونیک مال سپاه که همه اونجا رفتن. خود قرارگاه دفاع سایبری و قرارگاه خیبر رو داشتیم که کارهای اینجوری انجام میدادن و چند تا جای دیگه مثل مرکز حالا نصر و جهاد نصر و غیره غیره. این از این مجموعه ما بودن، یعنی خود ارتش، خود وزارت دفاع. بعد حالا ما طبقه بندی اطلاعاتی داشتیم مثلا تو پروژه های خیلی 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 حیاتی، زیرساخت های حیاتی نظام مثل پروژه آماد که همه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایه. خب این که تو این پروژه دوربین مداربسته در اختیار کدوم ارگان باشه خیلی مهمه دیگه. پروژه به کلی سری بیشتر از به کلی سری، یعنی پروژه حیاتیه، پروژه حیاتی در اختیار کی باشه؟ یا مثلا امنیت شبکه و زیرساخت‌های مثلا سیلوهای موشکی سپاه در اختیار کی باشه؟ سازمان اطلاعات سپاه؟ نه، متوجه میشی؟ در اختیار یک نهاد سالس حکومتی بالا دستی باید باشه که خودش همه بحثای امنیتی رو رعایت کرده باشه. یعنی میخوام بگم اهمیت خود این سازمان چیه. حالا عملیات های یک سازمان به کلی سری ببین چقدر حیاتی هست، پرسنلش چقدر مهمه، کاری که میکنه چقدر مهمه. ببین دوربین های مداربسته وزارت اطلاعات، دوربین های مداربسته بند های بازجویی 209 دو الف داخل زندان اوین، خب دفتر رهبری. ببین دفتر رهبری خیلی مهمه که دوربینش دست وزارت باشه، دست اطلاعات سپاه باشه، دست حفاظت عمومی دفتر آقا باشه. آقا یکی اومد این دفتر آقا جاسوس بود، پسرش اومد فلش مموری زد چیزی رو برد. میفهمی چی میگم؟ آره. الو. آره داداش. متوجه. اینا در اختیار قرارگاه دفاع سایبری بود. یعنی من به نسبت شغلی که در اختیار داشتم کارم این بود که اینا رو میدیدم و محمد حسین هم میدید و ما میدیدیم چقدر کثافت و لجن از سر و روی نظام داره بالا میده. ببین من کسی بودم که پاشدم خانم طاهری، زینب طاهری وکیلم بود دیگه، زینب گفتش که من رفتم وکالت محمد سلاس و گرفتم راننده اتوبوسی که رفت تو پاسداران رو مردم روی پلیسا. هلکی بود داستان براش دلو بردن ننه مردلو بابا. حالا بهت میگم من کسی هم که پاشدم رفتم تو سلول انفرادی محمد سلاس توی زندان رجای شهر کرج، وقتی دیدمش 26 نقطه سرش شکسته بود، مچاله شده بود گوشه سلول. شرایطش منو ملتهب کرد، ازش ویدیو گرفتم، صداشو ضبط کردم که صداشو منتشرم کردیم و اسناد در اختیار خانم طاهری گذاشتم که خانم طاهری پیگیری کرد. انقدر اسناد متقن بود، ولی خب سناریو رو چون سپاه ساخته بود که بتونه سرکوب کنه مجبورشون کرد که دیگه شبانه اینو بکشن بالا. آقای کشکولی که قاضی پرونده بود، من شخصا رفتم باش صحبت کردم با خانم طاهری،
با آقای قاضی ملکی، اون هم رفتم باشون صحبت کردم. کشکوری گفت من ویدیویی دیدم که توش این پشت فرمونه. گفتم آقای کشکوری شما ویدیو دیدی؟ گفت آره. گفتم کو ویدیو؟ کجای پرونده؟ چرا کسی ندیده این ویدیو؟ گفت من دیدم. ما تمام بچهای قرارگاه رو بهشون ماموریت دادن تمام دوربینای مداربسته کوچه‌های اطراف رو تخلیه کردن، در حالی که اصلا این پشت فرمون نبود، یک کس دیگه بنده خدای از خود انصار حزب الله پشت فرمون بود که میاد اتوبوس انصار حزب الله رو جابجا کنه. وقتی میاد اتوبوس رو جابجا کنه، اینا فکر میکنن این از اوناست، شروع میکنن ساچمه بهش شلیک کردن، این ساچمه میخوره تو چشش، میفته روی فرمون، چشش رو چیز کنه، میره رو چند نفر. بعدم سه تا گوله جنگی بهش دادم که دیگه آخر افتاد و مرد. بعد گفتن نه این شهید محسوب میشه. و اگه شهیده چرا اینم گوله خورده؟ این ساچمه یا بابای من زده؟ اون گوله جنگی ها که توی جنگی مشخصه کی زده، اصلا سازمانی بوده. اون سلاس بدبختم تو کلانتری گوشه ایت کلانتری افتاده بوده، همه فکر کردن مرده، انداختن گردنش، یهو به هوش اومد. اعلام هم کرده بودن این سلاسه به هوش اومد، چیکارش میکردن؟ گفت برگشتمش گفتن تو یادت رفتی رو مردم؟ گفت نه، اگه شما میگید رفتن رو مردم حتما رفتم دیگه. کل ماجرای سراس بدبخ اینجوری بود. و من اینا رو من میدیدم، من اینا رو و نمیتونستم ساکت بشینم. تو منو میشناسی من چجوری بودم، نمیتونستم ساکت بشینم. و خب اول تلاش کردم که با محمد حسین اول اینا رو داکیومنت میکردیم، میدادیم به رئیس جمهور، میدادیم به رئیس قوه قضاییه، میدادیم به دفتر آقا که باید مبارزه بشه. دیدیم مبارزه نمیشه، دیدیم خود معاون وزیر دزده، خود معاون وزیر قاچاق مواد مخدر میکنه، قاچاق کالا میکنه. معاون کدوم وزیر؟ اطلاعات. کی؟ گفتیم خب همین حاج حبیب الله حرومزاده، همین آقای احمد خزایی حرومزاده پوفیوز که معاون ضد جاسوسی بود برکنار شد، الان رفته مؤسسه برای خودش زده تو قم، حجت الاسلام احمد خزایی. ببین این آدم ها و خیلی های دیگه، این آدم ها آدم های سالمی نبودن، یا معاون اقتصادی یا همین آقای ادیبی که الان تو معاون اقتصادیه، اینها آدم های سالمی نبودن، آدم صالحی نبودن، اینها آدم هایی بودن که پول میگرفتن، رشوه میگرفتن و خیلی های دیگه. خب به نظر تو یعنی اینها قبلش دستیسه کرده بودن که این کار بشه؟ من اینو نمیدونم، ولی من اینقدر میدونم که امام موسی صدر با خمینی مخالف بود. خب و بعد از این که حتی بازداشت شد، تا سالها، تا مدتها در یک جای خیلی بدی نگهداری میشد که خامنه ای دلش واسش میسوزه حالا یا هر چی، اینو میخواد که استرداد کنن بیارن ایران تو اون محیط نگهداری کنن. حداقل این بوده که میخواسته آتو حداقل اون یارو چیزه نداشته باشه، لیبیایی کی بود، قذافی نداشته باشه. یعنی این تا زمانی که خامنه ای در واقع رهبر بشه تو لیبی بود. آره آره، حالا تو لیبی بوده کجا بوده رو من نمیدونم، ولی من میدونم سال 85 تو ایران بود. یکی دو سال بعدم مرده، پیرمرد فرتوتی هم بود. بعد ببین یه سوال، این اطلاعات رو اون زندان میگه برای وزارت اطلاعات درسته؟ توهی. ببین اون زندان مال وزارت اطلاعات هست. خب ولی تو وزارت ببین، از اون زندان شاید تو ایران کلن 100 نفر، نه 50 نفر یا 30 نفر با خبرن. یعنی خود... چون که یعنی خود... داخل زاغه که یعنی وزیر داخل زاغه وزیر اطلاعات میدونسته.
نه بابا، وزیر اتحاد، وزیر اتحاد زوری راش میدن تو. وزیر اتحاد چی میدونه؟ ببین رئیس جمهور هم نمیدونه. از موضوع بازداشتگاه توحید تاها طاهری خبر داره، چون که مدت‌های از اول انقلاب به بعد بازداشتگاه دست مرتضی رضایی و تاها طاهری بوده و حبیب الله. خب حبیب الله، آجاگ الله خبر داره، تاها طاهری خبر داره، آقای دیگه بهت عرض کنم که این چیز خبر داره، احمد خزایی خبر داره. ببین اون کسایی که از زاغه دارن مواظبت میکنن، سربازا، اونا نمیدونن تو چه خبره ها. خب تو نمیدونن چه خبره. و کلن 20 نفر کل تیم حفاظتی که اون زاغه رو محافظت میکنن داخل 20 نفره، حدودا 20 نفره. که تو چجوری فهمیدی که داخل اون چه کسایی هستن؟ ما رفتیم دوربینای تمام اونجا رو دادن دست ما دیگه. بذار یه چیزی بهت بگم. تو کشور یک سری مراکزی وجود دارن، خب، که اختلاف بود که این مراکز امنیتشون در اختیار کی باشه از نظر سایبری و فنی سایبری. خب مثلا معاونت 332 وزارت میگفتش که من معاونت فنی وزارت اطلاعاتم، مسئول تأمین امنیت یا رسیدگی به امن کردن اینها یا اوورهالشون، نگهداری این سامانها من باید باشم. سپاه میگفت تو نهاد دولتی، من نهاد حکومتی هم، امور حیاتی رفت به نظام باید دست من باشه، تو امور مربوط به دولت رو مدیریت کن، زر زیادی نزن. دفتر آقا میگفت من جفتتون آدم حساب نمی کنم، قبول ندارم، جفتتون اونجور که باید من میخوام نیستید. دلیلش هم این بود که میگفتش که این اطلاعات انقدر مهمه که اگه دست تو باشه داستان میشه، دست تو هم باشه داستان میشه. یک نهاد مستقل مورد وثوق لازم بود. خب مثلا دوربینای دفتر آقا، دوربینای نهاد رهبری، تلفن‌های همراه منطقه، میدونی که تلفن‌های اون منطقه شروع نمیشه. خب تلفن‌های دفتر آقا، تلفن‌های داخل، موبایل‌های داخل، خب اجازه شروع نداره، وزارت نداره، سپاه هم نداره. تلفن‌های اونجا رو آقا داده به قرارگاه دفاع سایبری، خودش هم آدم گذاشته. خب که کنترل کنن، شنود کنن همه پرسنلو. یکی از به نام سید ضیاء هاشمی مسئولشه. بعد مثلا یه جای دیگه، مثلا مثل ستاد مشترک ارتش یا ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک کل ستاد مشترک سپاه دیگه، به درست که همین بازداشتگاه توحید. خب دیگه به درست بکنم که یا مرکز سپند که همون طرح فراسازمانی آماده، دیگه به درست کنم که همینا دیگه، چیز خاصی همچین نیست. اینا باید دست این باشه، یعنی اونا کنترلشون رو دوباره داستان میکنن. زمینه که کل سام اون 60 خورده این نفری که میگی توی بازداشتگاه توحید بودن، دو تا چی؟ یه سریشون عربن، یه سریشون اسرائیلی هن، یه سریشون عربن، یه سریشون القاعده ای هن. خب دیگه باید عرض بکنم که روسی توشون هست، عرب توشون هست، اسرائیلی چند نفر هست، آمریکایی هست. به چه دردشون میخوره؟ ببین اینا کسایی هستند، اونجا که من فهمیدم، که به دلایل مختلف، مثلا بعضیاشون رو گرفتن، اگر ولشون کنن بد میشه، مثلا آبروشون میره. خب
اگه ولشون کنن. اون خب میگه کجا بودم، چی شده، چه خبر بوده. بعضیشون نمیکشن. نمیکشن دلیلشون اینه که خامنه‌ای میگه که خب نگاش داره تا بمیره دیگه. از یه طرف اون آدم چون مخل امنیت نظام یا حالا حیاتی نظام، حالا به هر ترتیبی اینجوری فتوا دادن، نمیدونم من جزئیات شرعیشو نمیدونم، ولی مثلا یکی مثل لوینسون یه گندی بود که تاها طاهری زد، بعد دیگه نتونستن جمعش کنن. از یه طرف روبویه شهروند آمریکایی تو ایران روبوده بودن، از یه طرف شهروند آمریکایی که روبوده بودن حالا یه هزار تا مشکل پشت سرش داستانش بود، رفته بودن گردن نمیگرفتن که روبودیمش و اینها، چون تبعات داشت. 12 سال نگرش داشتن، به خانوادش گفتن کشت مرده، اینم قبرش، یه قبری هم تو پاکستان نشون دادن. میخواستن باجگیری کنن از بابتش، دیگه انقدر گوه زدن گفتن دیگه آقا ما که دیگه اینو چیز کردیم، گردن نگرفتیم، ببرش اونجا، نمیدیمشم دیگه. الان تنها راهی که این بچه آزاد شه اینه که مثلا یه سرویسی مثل پاکستان بیاد بگه که آقا ما اینو میگیریم با نظارت خودتون، یه حمله میکنیم به یه قاری، به یه گروه جندالله چیزی، میگیم اینو از اینجا گرفتیم. متوجه شدی؟ میگیم اینو از اینجا گرفتیم، این قدم الان پول بهتون میدیم، شما دارید اینو میدید به ما، ما با آمریکایی مبادلهش کنیم. خب مثلا اسایس پاکستان بیاد اینو مبادله کنه، این تنها راه نجات این لوینسون مثلا. یا مثلا یه کسی دیگه مثلا شایان کاویانی، شایان کاویانی مثلا تو ترکیه دزد روبوده میشه. خب وقتی که روبوده میشه میان، خب یه تلویزیون، شبکه تلویزیونی داشته، یه آدم باسواد فلان، چون پیامبرا و اینها همه اینا فحش میداده، اینا بیشتر سب و نبی اعدام. بعد گفتن اگر اینو اعدامش کنیم خب به هر حال باید جسد به خانواده تحویل بدیم، پس دادگاهی باید تشکیل بشه و اینها، چیکار کنیم چیکار نکنیم. تبعات داشت چون اون موقع خیلی طرفدار داشت. اینو بردنش بازداشتگاه توحید. وقتی بردنش بازداشتگاه توحید دیدن آبا از آسیاب افتاده، حالا میتونن اعدامش بکنن، ولی دیگه نمیتونستن از بازداشتگاه توحید بیارنش بیرون دیگه، این رفته بود توحید رو دیده بود، خب دیگه موند همونجا، درست شد؟ عموما کسی که میره تو بازداشتگاه توحید دیگه اعدام نمیشه. تو آخه میگی بن لادن اونجا بوده، پسر بن لادن اونجا بوده. خب پسر بن لادن، ببین توحید یه بخش انفرادی داره یه بخش عمومی. پسر بن لادن که الان بیرونه که نه، ابراهیم یه مدت اونجا بود، یه مدت هم تو 209 نگهداری میشد، بعد آزاد شد که تو لحظه ای که بن لادن رو میخواستن دستگیر کنن تو پله ها کشته میشه، تو ویدیو هست. خب شخص خود بن لادن زنده است، درست شد؟ خود بن لادن ایرانه، زنده است. صدامو داری؟ الان دارم. آره ببین، این عملیات ویژه، معاونت عملیات ویژه وزارت اطلاعات، خب صدامو داری؟ یعنی کارش چی بوده؟ خود خمینی دستور تأسیسش رو میده، کارش ربایش، قتل، ترور، شکنجه و دستگیری های خاصه، چون کل وزارت اطلاعات دستگیری میکنه، عملیات ویژه انجام میده. خب یعنی اینجوری نیست که جایب. و این که تأسیس شد، خب ترور بختیار، حادثه میکونوس، اون آرژانتین، اینا رو استارت زد. وقتی که اینا رو استارت زد، بعد از یه مدت گفتن خب تو داخلم یک جاهایی باید کارایی بکنیم. خب اینجا همزمان شد با اینکه مرتضی رضایی شد فرمانده سپاه، بعد رفت پیش خمینی و اگرش گفتش که آقا اگر قرار ما انقلابمون خیلی پیشرفت کنه، فرانشه بیسار شه، باید ما یه سری جاهای دیگه هم تو دستمون باشه. گفت کجا؟ گفت اگه مثلا مواد مخدر تو دست ما نباشه، تو دست اوناست، پس ما بگیریمش تو دست خودمون. این قبول کرد، الان ترانزیت مواد اینو انجام میدن. یا مثلا استناد کرد به قاعده فقهی افسدون من فاسد، گفت اگر مثلا
لازمه یه جایی یک آدم بیگناهی کشته بشه تا آبروی حکومت اسلامی حفظ بشه، تا استحکامات حکومت اسلامی حفظ بشه. قاعده فقهی آیه خمینی بود، گفت اشکالی نداره. و این شد که مثلا انفجار حرم امام رضا خود وزارت اطلاعات شد، انفجار مجلس سیدشاهی شیراز خود وزارت اطلاعات شد. این کارها رو تو وزارت گوش کن. چیه سیدشاهدا؟ مسجد سید الشهدای رهبویان وصال شیراز. خب سال 87 منفجرش کردن، 14 تا کشته داد، 208 نفر زخمی. خب بعد یا مثلا ترور تاجیک، ترور حاجیان، ترور اینها پروژه هایی بود که فقط معاونت عملیات ویژه انجام داد. حالا معاونت عملیات ویژه شکنجهگاه رسمی داره، شکنجهگر رسمی داره، اصلا کارش هم ترور و قصد همه میدونن، حقوق میگیرن بابت این کار. نمونه کار معاونت عملیات ویژه قتل‌های زنجیری بود. تو پرونده قتل زنجیری بالغ بر 400 بار اسم معاونت عملیات ویژه هم اومده. اداره کل عملیات ویژه در زمان قتل‌های زنجیری زیر مجموعه معاونت امنیت بود. کل پرسنلی که تو بحث قتل زنجیری بودن و پرسنلی که بازجویی‌های فنی اونا رو کردن الان آزاد و زندن و تو وزارت اطلاعات تو معاونت عملیات ویژه دارن کار میکنن. خب یعنی آقای جواد آزاده، آقای مصطفی کاظمی، آقای باوند، آقای عالیخانی، همه اینا الان زندن و تو اونجا. من عکساشون هم بهت میدم حتی تو مستند. خب عکسای جدید و قدیمشون. خب ببین این نشون دهنده چی؟ وقتی شکنجهگاه رسمی هست، یعنی خامنه‌ای دستور داده. وقتی 107 نفر میبرن شکنجه میکنن، یعنی میشه داخل وزارت اطلاعات و پرنده پر بزنه همه میفهمن. مثلا تو بری شکنجه کنی هیچکی نفهمه؟ متوجه میشی؟ این جزئیاتی داره. خب حالا این پرونده ها به هم وصلن. یعنی چی؟ یعنی ترور دانشمندی هسته‌ای رو این معاونت کرده. خب یا مثلا این انفجارا که بهت گفتم، یا ترور بچهای سایبری و اینا انجام دادن. خب حالا اینا رفت پیدا میکنن به پروژه آماد همشون. خب یه بخش عمده ایشون غیر از مثلا امام رضا و سید شاد شیراز، باقیشون رفت به آماد پیدا میکنن. از طرف دیگه هم خب هول اینگه یاس و سرداران خاکستری هد اینان، یعنی یه بخش عمده ای از فساد هلدینگ خاکستری به خاطر حضور اینا و بازوی ایناست. یعنی سیف بازوی اقتصادیشونه، از اون طرف دوتا معاونین اقتصادی وزیر اطلاعات که خودشون وارد کننده و فاسد هستن، قاچاقچیان، اینا کار اقتصادی میکنن. معاونت عملیات ویژه، معاونت ضد جاسوسی و معاونت امنیت وزارت و خود طائب و کل تیمش هم که بحث شاخه امنیتی رو به عهده دارن. از طرف دیگه یه سری سرداران هم مثلا توی نیرو انتظامی، توی سپاه، توی نهادهای مثل قاچاق کالا، مثلا یکی کارهایی که اینا میکنن، میان مواد مخدر میگیرن 100 کیلوش آتیش میزنن. میفهمی چی بهت میگم؟ و خیلی کارهای دیگه که اینا انجام میدن. خب این مسائلیه که باعث میشه که این هلدینگ یاس و این سردان خاکستری قدرت بشه، قدرتمند شه. چی؟ اینا جایی نیست؟ اصلا تا حالا اینا منتشر نشده دیگه. اصلا پرونده است، همون پرونده‌ای که ما رو گرفتن در آتش. خب ببین علی تو جلساتش بود دیگه، تو جلسه بانک مرکزیش بود، تو جلسه صدا و سیماش بود، خب تو جلسه حاج داوود احمدی نژادش بود، تو جلسه سردار جلالیش بود، تو جلسه مجلس با علاءالدین بروجردی کمیسیون امنیت ملی بود. خب من ببین داستان این بود که ما رو سرورهای سازمان صدا و سیما، خب از طرف سازمان پدافند غیرعامل، من قرار داشتم با سازمان پدافند غیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل حملات سایبری شدیدی رو به صدا و سیما رصد کرده بود و مقرر شد ما بررسی کنیم صدا و سیما چقدر امنه از پدافند غیرعامل، پیشگیری کنیم. وقتی که این کار رو چک کردیم و اینها با سیاه کلی رسیدیم، اولین که کل صدا و سیما رو هک کردیم و دیدیم که اصلا سوراخه. خب دوم این که به این موضوع رسیدیم که یک روی سرورهای سازمان صدا و سیما، شبکه داخلیش و واحد پخش خبر، تا این حد که ما زیرنویس آنلاین
پخش خبر اتاق رژی واحد پخش رو، زیرنویس آنلاینش که لایف سویچ بود، دستگاه لایف سویچ بود، از ساختمون شیشه‌ای زدیم و زیرنویس ما دو تا نقطه گذاشتیم رد شد. متوجه شدی؟ هک کردیم. وقتی که این کار انجام دادیم متوجه شدیم که توی زیر ساخت شبکه یه نوعی بدافزار وجود داره به نام باتنت. یک نوعی از بدافزارها هستن به نام باتنت ها که این باتنت اسمش استارز، یعنی استار یه اس آخرش، یا ستاره ها هم بود، ستارگان. و کارش هم این بود که از راه دور دیتا هایی رو بهش کامنت میدادن، مثلا فایل های ورد، فایل های داکیومنت های این شکلی، فایل های مثلا دیتابیس ها رو کد شده، پکت شده، شروع میکرد ارسال کردن برای یه سری سرور توی اسرائیل و جاهای مختلف. خب ما ریپورت فنی رو دادیم به آقای سیاه‌کلی، آقای سیاه‌کلی تیمش بررسی کردن، تایید کردن. سیاه‌کلی که تایید کرد یه گزارش مبسوط کاملی روی این گزارش فرستاد به سردار جلالی. سردار جلالی از ما دعوت کرد که پاشید بیاید. بعد چون من با یه نهاد خیلی خفن آمریکایی، اونم رضا جلالی بی‌شرف، خب این آقای جلالی ما رو دعوت کرد با بیان سازمان. من از یه نهاد امنیتی که دارم بهت میگم، در اون زمان با سازمان حفاظت اطلاعات سپاه کار میکردم. خب از ما دعوت کردن که خب بله، قرارداد داشتم با خود سازمان پدافند. با کجا؟ با معاونت حفاظت اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل آقای قبولیان. خب با آقای قبولیان ما چیز داشتیم، رفتیم تو جلسه. آقای دکتر فرزین و خیلی های دیگه از مرکز ماهر، مرکز مدیریت رخدادهای رایانه‌ای وزارت اطلاعات، همین جواد ناظری که الان وزیر آی سی تی، همون اسمش چیه، آذری جهرمیه فعلی، و یه عالم آدم های دیگه. جهرمی اسم پوششیش تو وزارت جواد ناظری بود. آها. خب؟ آره. و اصلا کد کارت ملی همه چی هم به نام داره. بعد رئیس اداره 332 بود، یعنی معاونت فنی و مهندسی وزارت اطلاعات، معاون وزیر بود اون زمان. بعد اینا اومدن تو جلسه و در حدود 8 جلسه با حضور سری بچه های امن افزار شریف و اینا، حرفای من و داکیومنتی که من تولید داده بودم تایید شد که بله، همچین حمله سایبری صورت گرفت. تا این حد که وزیر اطلاعات مصاحبه کرد که یک حمله، آقای مصدقی مصاحبه کرد و گفت حمله سایبری صورت گرفت و اینا. تا اینجای قضیه همه چی خوش و خرم بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس نمیدونم از کجا با خبر میشه که ما مثلا همچین کاری کردیم، از من دعوت کرد. از تا اینجا همه چی خوش و خرم بود، تا اینکه شورای عالی امنیت ملی به من گفتش که خب شما که این کار کردی، بیا زیرساخت‌های حیاتی کشور در بعد آی سی تی رو مثل مجلس، مثل صدا و سیما، مثل مخابرات، مثل دیگه خدمت عرض کنم که جاهای مختلف، اینها رو تست آسیب پذیری و نفوذ پذیری کنید، یعنی پنتریشن تست کنید، با توجه به اینکه شما مورد وسوق شورای عالی امنیت ملی هستید. همه چیز من رو بررسی کرده بودن، چون من قبل از اونم تو وزارت دفاع بودم، تو مؤسسه آموزش تخیلی زد صنایع دفاع بودم، ربات کوس ماهی و خیلی کارهای اینجوری درست کرده بودیم دیگه، کامل من میشناخت. ما چی شدیم؟ ما مسئول تحقیق و تفحص سایبری، این تا اینجا قرار بر این شد که ما مسئول تست آسیب پذیری و نفوذ به زیرساختهای حیاتی کشور در بعد آی سی تی بشیم. خب ما چیکار کردیم؟ زدیم و حالا قرار بر این بود که شورا گفته بود وزارت اطلاعات، معاونت فنی، یعنی جواد ناظری اینا 1500 میلیارد تومان بودجه محرمانه گرفتن. الو دارم میشتم که زیر ساخته آی سی تی کشور رو در بود آی سی تی امن کنن، حمله سایبری به اون نشه و این داستانه. ولی گزارشات سازمان پدافند غیر عامل، بعد این حمله ویروس استاکس نت، بعد اون حمله جمینگی که به صدا و سیما روز مناظری احمدی نژاد و موسوی انجام شد که واحد پخش جام جم قطع شد، مجبور شدن از رو خیابون الوند برن رو پخش، سکه چند ثانیه‌ای داشت. اینها باعث بر این شد که اینها بخوان یک بررسی فنی انجام بدن که وزارت اطلاعات،
این پولی که گرفته رو خرج این کاری که گزارش داده کرده یا نکرده. و با توجه به اینکه مسئول امنیت شبکه کشور و در بود آی سی تیه، چقدر این موضوع صحت داره که امن هستیم یا نیستیم، آسیب پذیر ما تست کنیم آسیب پذیر هستیم یا نه. لذا با حکم آقای جلیلی و غیره ما رفتیم شورا تو کمیسیون امنیت ملی مجلس. خب قبل از این داستان جلالی با حکم جلیلی از شورای عالی امنیت ملی، خب همزمان با ماجرا از طریق علی و یه بنده خدایی که نمیدونم تو بشناسی یا نه، آقای کمایی پا شدیم رفتیم همونی که همونی که پتروشیمی و اینا هم داشتن تو. آره اون با ولادین بورجردی دوست بود، ما قرار بود فردا بریم تو کمیسیون امنیت ملی. شب قبلش رفتیم تو کاشی سامان بشه دیگه، رزیدنس ولادین بورجردی زده بعدش اونجا میکنه. رفتیم اونجا میشه ولادین بورجردی، من توضیح بهش اول اشراف بهش دادم که ماجرا از چه قراره و اهمیت ماجرا چیه و گفتیم خب ما فردا با شما جلسه داریم، شما فقط کلیاتو بدون که سوار جلسه باشی و توضیحات دادم. فردا که ما رفتیم در جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور داشتن، جای گزارش خیلی عریض و طویلی به من دادن که آقا وزارت این گزارش رو به ما در جواب اینکه آیا مثلا مخابراتمون، صدا و سیمامون، بانکامون اینا امن هستن در مقابل روزی که حمله سایبری مثلا از طرف آمریکا اسرائیل بمون بشه آیا یا نه، یه گزارش عریض و طویلی دادن و هر سالم اینو چیز میکنن. بیا شما بررسی کنین گزارششون درسته یا نه. با حکم کمیسیون امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی من شدم مسئول تحقیق و تفحص سایبری وزارت اطلاعات. یعنی غیر از اون که یه حکم داشتم زیر ساختای حیاتی کشور در بود آی سی تی رو با تیممون بررسی کنیم که امن هست یا نه، تحقیق و تفحص بر روی این گزارشی که واجا داده بود که من امن کردم یا نه برشد ما انجام بدیم. همین یه تیکه که تا اینجا که توضیح دادم خب توی این کلیپ توضیح داده میشه، خب یه بخشیش باقیشو تو باید توضیح بدی، خب که با توجه یعنی تو توضیحات جزئیاتشو بدی و اینا من بعد مینویسم میفرستم. وقتی که من مسئول این کار میشم، حالا دو تا بحث داره اینجا. یکی این که ببین یک آدم چقدر باید مورد وثوق و همه چیز چک شده باشه که عضو وزارت اطلاعات بشه. خب حالا تو ببین چقدر باید امین باشی و مورد وثوق باشی که تحقیق و تفحص وزارت اطلاعاتو بدن به تو. یعنی باید دست پاک باشی، پاک دست باشی، آدم صالحی باشی، میفهمی چی میگم؟ و تن پرست باشی، نترس باشی. خب حالا اینو دادن به من، خب نمیخوام تعریف کنم از خودم، یعنی خود این موضوع نشان دهنده اینه که اگه پس فردا وزارت خواست منو تخریب کنه، اول سوال ازش میشه که آقا اگر این آدم بد بود چرا پس این سمت ها رو بهش دادید؟ میفهمی چی میگم؟ چون هم زندگیشو چک کرد، این هم هم خدمت کرد. حالا خب دیگه باقی ماجرا هم دیگه میدونی چه اتفاقی افتاد و ما ثابت کردیم که این بودجه خرج نشده و بعد متوجه شدیم که آقای ناظری از طریق برادرش توی و اون آقای فیروزآبادی یه شرکتی به نام خدمات انفرماتیک ایران راه اندازی کردن، یه چند تا شرکت جانبی مثل صنایع الکترونیک زعیم و غیره و به صورت انحصاری امنیت شبکه بانک‌ها رو دادن به اینا انحصار و یکی من یکی تو بودجه رو بین خودشون و اونا تقسیم کردن. حالا توی اون شرکت‌ها کیان؟ خود مدیرای واجا، یعنی آقای فیروزآبادی معاون وقت 332 بوده، همزمان مدیر عامل شرکت زعیم بوده و 1000 میلیارد تومان بودجه داده از واجا به زعیم. یا به خیلی یا افراد نزدیک خانوادهشون ده ها نفر توی اونجا مسئولیت داشتن و 100 تا 800 تا سکه گرفتن، 800 تا سکه گرفتن به مرور. مثلا آقای سجادی، مثلا آقای مثلا یا
بهت معرفی میکنم. حمیدی آقای روغنگرها دیگه برس کنم که حالا انارکی، اینا رو فکر کنم انارکی بشناسید. امنیت شبکه یه سری بانک‌ها و نرم افزارهای الکترونیکشون توی شرکت زده بود میگرفت. یکی از پسر عمواش رئیس اطلاعات کرمانشاه، یکی دیگه شون نماینده مجلسه، یکیشون تو نمی‌دونم، همه‌شون امنیتی هستن. خب چشم رئیس زندانهای کرمانشاه چشم خیلی درشتی داره دیگه. حالا دیگه توپل رینکیه، یه مقدار کچله. حالا گوش کن. خب این بنده خدا، حالا وقتی کار به اینجا رسید، ما یه گزارش رو دادیم به وزیر دادگستری وقت آقای بختیاری که بده دست آقای حقانیان، که بده به آقا. خب؟ که پی بردیم که واجا روی بورس اکسس داره و شاخص بورس رو بالا پایین میکنه، که 17 فروردین سال 90 این کار رو انجام میده واجا. یعنی شاخص سهام بورس رو بعد از تعطیلات نوروز که روز اولیه که باز شده 40% میکشه بالا و بیشترین افزایش بورس رو داشتیم. فرداش سقوط میکنه بورس. بورس، شاخص بورس سقوط خیلی عظیمی میکنه و همه خبرگزاری هم میزنن. تو این افزایش و کاهش خودشون خرید فروششون رو میکردن و میلیاردها تومن پول بردن. خب کیا؟ مثل همین ابوالحسن فیروزآبادی. فیروزآبادی بعد از این ماجرا میشه رئیس شستا. خب یعنی بعد که این گنده این ماجرا با در میاد بر کنار میشه، میشه مدیر عامل شستا. کجا بوده فیروزآبادی میگه قبلا؟ ببین فیروزآبادی معاون 332 واجا بود سالهای سال، الان دبیر شورای عالی فضای مجازیه. خب و عضو رئیس مرکز ملی فضای مجازیه که زرقامی هم اونجاست. خب بعد از فیروزآبادی آقای سعید روغنگرها و آقای سجادی میان تو بازی زمانی کمی و بعدش جواد ناظری. درست شد؟ همین که آذر جهرومی دیگه. چی؟ همین آذر جهرومی دیگه. آره همین آذر جهرومی فعلی وزارت رسید. آذر جهرومی که در اون زمانی که ما داشتیم این کارو می‌کردیم و معاون وقت بود، خب ما گزارشی رو بعداً بردیم تو جلسه بانک مرکزی طبقه 15 بانک مرکزی، مدیرای امنیت شبکی تمام بانک‌ها، حراست بانک مرکزی، حراست فنی، خیلی‌ها بودن از وزارت، از اطلاعات سپاه، از دادستانی، همه بودن. ما گزارش چرایی کردیم، رو 15 تا بانک دسترسی باز کردیم، اطلاعات بیش از 3.5 میلیون نفر مردم رو باز کردیم روی اونجا. خب وقتی که این کار کردیم، حتی تو اون حالا جزئیات جلسه هم هست که بعد بهت نشون بدم. آقا فردای این جلسه ما محل اقامت بچه‌ها و محل کارشون 3-4 تا خونه ویلایی تو شهرک غرب بود. خب مال شورای عالی امنیت ملی بود، خونهای لاکچری مال مصادره‌ای داده بودن به ما که دست آقای زرگر بود، همین قاضی زرگری که معروفه. خب که داده بودن به ما و که توش کار کنیم، که یه جوری هم باید کار میکردیم که وزارت نفهمه، چون داشتیم تاریخ تفاوتش میکردیم دیگه. وزارت پامیشه مکالمات منو شنود میکنه، میبره پیش جعفری شعبه 4 دادسرای اوین، میگه آقای جعفری این آقا این همه تو خارج کشور رفته دوره دیده، الان اومده اینجا یه تیم هکری تشکیل داده به صورت در پوشش شرکت آیتی تو شهرک غرب، داره زیر ساخته کشور رو هک میکنه و جاسوسی سایبری میکنه و مسلح هم هست. راست میگه، منم مسلح بودم تو تلفن مثلا در اصلاحی صحبت کردم. آقای جعفری هم فرود به مخفیگاه و حکم تیر و دستگیری و اینا میده از دادسرای شهید مقدس ایوین. یعنی بنده خودم از همه جا بیخبر، یه صدای مکالمات ما رو شنیده، میگه بله دیگه دارن در تو با حک شبکه بانکی حرف میزنن، در تو اسلحه صحبت میکنن، این یارو هم که واقعا رفته خارج از کشور رو به سهی داستان. آقا اینا میریزن ما رو بازداشت میکنن، فقط هلیکوپتر نیاوردن برای بازداشت ما. یعنی از سمت اتوبان همت حدود 20 نفر مسلح اومدن ریختن تو خونه، از این طرف در ریختن در رو کردن که ما محافظین شورا اسلحه کشی که کردن، یه داستانی شد
بعد در واز کردن اونا اومدن تو همه ما رو بردن. همه یه بچه ها رو به نام های دیگه در 209 ریجیستر کردن. رضا تهرانی رئیس 209 هر روز به من سر میزد و من اونجا متوجه شدم که اسم من رضا فریبرزی ثبت کردن. بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه دوتاشون جذب خود معاون فنی واجه معاون عمل سایبری میشن، چند تاشون هم حالا جاهای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه واجه بود تو تیم من. این رو لابلای کار که ما انجام میدادیم یکی از بچه های تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده. ولی لابلای کار متوجه میشه که من چجور آدمیم و اینها، به من گفت که من داستان فهمیدی چی شد؟ یعنی علاقمند میشه به شخصیت من و به حالا نمیخوام به نوع کاری که ما داریم میکنیم و حالا رابطه دوستانه که با بچه ها از صداقتی که از اخلاقی که همچین چیزی نبوده. سر همین موضوع اونم نگر داشتن که ادبش کنن، خب بگن که با ما بودی چرا مثلا ما رو دور زدی. خلاصه ما رو نگر داشتن 3 ماه و 16 روز انفرادی بودم. تا بعد از 3 ماه و 16 روز انفرادی دیگه خب هیچی از من در نیومده بود. توی اوین منو شبانه از زندان خارج میکردن میبردن یه جایی، یه اتفاقاتی میافتاد، شکنجه هایی میشد که تو اینقدر بهت بگم یعنی حدود کمتر از 1 ماه بعد، یعنی حدود 4 ماه بود که من تو اوین انفرادی بودم. یه روز که میبرن منو، یعنی هر دو ماه تمدید میکردن انفرادی من. من بودن برای ماشین پژو نبود، بنده که بودن دم دادسرا تو خود زندان بودن، هم دم دادسرای شهید مقدس ابین نشسته بود تو ماشین با همین جمع آبیا و چشمند و اینها. بچه های ابین خیلی با من اوکی بودن، یه همه میدونست که یه ازم سوال میکردن بودن دادسرای بند 209 که آقا مثلا تو اینو چجوری هستنیم اونو کار کنیم. یه یکشون گفت حالا ساکت باش، رئیس معاون دادستان اومد ساز و نشنوگی به ما میده. آقا اینو گفت، من عقلی کردم، میگن چی میگن، من چشمان نمودادم بالا، شروع کردم زدن با دستبند به شیشه که سر و صدا کردم. آقای رشته احمدی رو معاون دادستان، معاون امنیتی دادستان تهران، رئیس دادستان شهید مقدس بود، اومد سمت ماشین. چرا تو سر جا میکنی داده بیاد که خوفه های رشته؟ آره من ریشم در اومده بود بلند، موام بلند، قیافه من اصلا تشخیص نمیاد که. گفتم های رشته هم من فومولوی هم فلانی اینجا جوری اینجوری. گفت پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ اینا چی هم؟ گفتم بچه های 209 هم. گفت تو این مدت کجا بودی؟ گفتم تو 209 بودم. خلاصه گفت دستبندشو باز کنید، باز کنید. بعد دست منو گرفت و برد تو اتاق خودش تو دادستان. بازجوها و اینا رو همه رو گفت پشت سرم بیایید، همه رو آورد و اینها، بازجو، سربازجو، کارشناس پرونده، همه اینا رو احضار کرد. آقای بیگی بود کارشناس پرونده من و گفت شما چرا اسم بعد بازپرس هم رو احضار کرد. گفت تو تا حالا این آدم رو دیدی؟ بازجو گفت نه. گفت تفهیم اتهامش کردی؟ گفت نه واقعیتش. فهمیدی چی شد؟ یعنی من بعد 4 ماه تفهیم اتهام نشده بودم. چرا؟ چون بازپرس منو ندیده بود اصلا که بگه من اصلا مسعود مولوی هم، رضا فریبرزی هم، اینی هم که اینا میگن نیستم. خب فقط تمدید میکرد انفرادی های منو. فهمیدید چی شد؟ آره. خلاص اونجا فهمیدن چه غلطی کردن. بعد گفتم که آیه فلانی راستیتش من شکنجه شدم. گفت بابا تو 209 همه میگن شکنجه شدیم، دست به کسی نمیزنن که. یهو من پیرنم و لباسم زدم بالا، بخیه ها رو دید. خب ببین من پاهام، دستام، کمرم، مچهای دستم پر بخیه بود، بخیه نکشیده شده، بخیه سیاه.
پشم و شیخ رو گفتنی. گفت اینا چی هم؟ گفتم که پروندهمو از 209 بخوای. پرونده رو خواست تو بهداری 209 وقتی که میخوای بری تو لخت مادرزادت میکنن و میگن بشین پاشو نگاه میکنن ببینن کجای بدنت بریدگی هست. دو تا دکتر انگشتاتو نگاه میکنن، هر جا بریدگی یا آثار جراحت قبلی هست پزشکی قانونی هست میزنن آقا مچ دست راست اینجوری اونجا اینجوری. مال من تو پرونده پزشکی صدا بود سالم سالم. چی یعنی این اتفاقات تو 209 برای من افتاده بود. گفتم آقا طبق پرونده من تحت بازداشت شما بودم یا نبودم؟ گفت آره. گفتم این آثار جراحت مال کیه؟ مال 10-20 روز پیشه دیگه، 10 روز پیش از بخیهش کشیدنش. گفت آره. هیچی، ما رو از همونجا آقای رشته احمدی با همون لباس سوار ماشین خودش کرد برد پیش آقای دولت آبادی. دولت آبادی که منو دید و ماجرا رو فهمید همونجا دستور داد به پزشکی قانونی. خود رشته احمدی به بازپرس گفت خودت باهاش پا میشی میری. بازپرس جعفری با من اومد، با هم رفتیم پزشکی قانونی، آثار جراحاتو دیدن و نامه رسمی پزشکی قانونی به من داد که شکنجه شدم. یعنی نامه رسمی پزشکی قانونی رو دارم، آثار شکنجه، ساعتش چجوریه و معلومه بریدگی برای عمل جراحی یا غیره نبوده. متوجه شدی؟ و آثار آمپولایی که تو کمر من زدن و غیره. اینها اومد رو پرونده من. فرداش وقتی اینا اومد، دادستان با آقای رشته احمدی گفت مولوی رو با خودت برید دبیرخونه شورای امنیت ملی. ما رفتیم دبیرخونه شورای امنیت ملی، من از وزارت اطلاعات شکایت کردم، معاون امنیتی دادستان هم شکایت کرد، یعنی مدعی العموم و من شکایت وزارت اطلاعاتو کردم. پیش اینکه یک کمیته تشکیل شد، اسماعیل کوثری از کمیسیون امنیت ملی اومده بود، آقای نجات رئیس جلسه بود که موقع رئیس حفاظت ولیعهد بود و نماینده آقا در این پرونده، چون من راستش مفصله. آقای ریحانی معاون حفاظت اطلاعات وقت وزارت اطلاعات بود و چند نفر دیگه که اونجا وقتی که آثار جراحات ما رو دیدن و اینها مقرر شد به تحقیقات و تحقیقات در نهایت این شد که به ما گفتن که ما تونستیم یه تیمی رو تو وزارت از عوامل خود سرکش کنیم، خونسا کنیم و اینها به دادسرای نظام معرفی شدن و بازداشتن و من گفتم دیدمشون، کارشناس پرونده رو دیدم دستبند خورده و در نهایت هم از من آقای اسماعیل کوثری خواهش کرد، گفت شما بیا رضایت بده، نمیدونم ما در یک آزمون الهی هستیم فلان، تو امین نظامی روی اسمی که من به حال بازم خدمتی بکنم دیگه. واقعا احساس میکردم که اینا خود سرن، باقیشون خوبن. اون زمان سال 90 فکر میکردم کلن وزارت چند تا آدم اینجوری توش هست. گفتم باشه، من رفتم رضایت دادم، قرار شد که دیگه اینا هم پرونده خوشون مختومه کنن. شبی که این اتفاق افتاد، آقای میر موسوی یکی از نزدیکای دفتر خود آقا من سوار ماشینش کرد و گفت من خودم میبرم تحویل مادرت بدم اصفهان که سلام آقا هم برسونم. ما رو سوار ماشین کرد بردیم اون اصفهان. تو جاده که میرفتیم دو تا ماشین به ما حمله کردن. دو تا ماشین سمند، نه دو تا ماشین پژو نقره‌ای، یکیشون نقره‌ای بود و یکیشون فکر کنم مشکی بود، دودی بود، مشکی بود. ما فکر کنم با 120 داریم میریم، یه ماشین اومد جلومون، یه ماشین اومد سمت راستمون، سمت چپمون هم گادریل اومدن جلویه میزد رو ترمز قوی. خب حالا یه فاصله موسوی بردخ خودشو خراب کرده بود، خب سمت راستی خودشو میکشید طرف اول، موسوی ترمز زد آروم کرد، یه حدود 100 کیلومتر جلوتر یا 50 کیلومتر جلوتر دوباره اینا پیدا میشد با قفل فهم خوابون شیشه دیگه. این پلیس دید، پلیس هم صورت جلسه کرد، موسوی هم شماره هاشون رو گرفت، صورت جلسه رو کپیش رو عکس گرفت و اینها. باز یعنی این اقدام به ترور که این اتفاق افتادم رفت رو پرونده. باز پرس دستور یه نامه درخواست به شورای عالی امنیت ملی داده پیرو این پرونده، ایشون حفاظت فیزیکی لازم داره تا جون که این اتفاقات افتاده و اینها. آقای جعفری به شورای عالی امنیت نامه زد که همونجوری که مطلع هستید برای سپردن ایشون به حفاظت فیزیکی لازم داره بعد از ماجرا. این اتفاق افتاده دیگه.
اون اتفاقات که افتاد دفتر آقا منو خواست. بعد از اینکه دفتر آقا منو خواست گفتش که خب شما نظرتون چیه، گزارشتون چیه. یه حدود 3 ماه ما میرفتیم و میومدیم تا از من خواستن که طرح کلیات تأسیس قرارگاه دفاع سایبری کشور رو که آقای جلالی میگفتی، سردار جلالی میگفتش که مسعود ملوی به من اینا رو پیشنهاد داده، بنویس سردار بیار. من هم نشستم حدود 300-400 صفحه از روی حالا قرارگاه سایبری آمریکا یا مرکزی مثل تو آلمان و انگلیس و غیره، اون چیزی که مد نظرم بود نوشتم، یه چیزی بهش اضافه کردم، بردم دفتر آقا. آقای سردار جلالی رفت مصوبه‌شو و دستور آقا گرفت، تأسیس قرارگاه دفاع سایبری رو گرفت. بعد گرفت زیر مجموعه خودش، یعنی سازمان پدافند غیر عامل، یک قرارگاهی تشکیل شده، اون قرارگاه دفاع سایبری. من رفتم اعتراض کردم، گفتم آقا اصلا این جایگاهی زیر مجموعه ستاد کله و بالا دست ارتش و سپاه باید باشه که بتونه تو هر کدوم نیرو داشته باشه، مثل قرارگاه پدافند هوایی که تو هر کدوم اینا پدافند داره. بعد قانونشو اصلاح کردن، اون آقای امیر تیمسار حاتم بیگی که مسئولش بود عوض شد، آقای جلالی هم برکنار شد روی پدافند، سلشگر ایزدی، مصطفی ایزدی شد مسئول قرارگاه دفاع سایبری. شد مسئول. حالا ما رفتیم قرارگاه دفاع سایبری، میبینیم یه مش پیرمرد جمع کرده اونجا چرت و پرت میگن. دوباره من رفتم دفتر آقا، گفتم بابا اینا مال این داستان نیستن، قرارگاه دفاع سایبری چهار تا جوان میخواد که اگه حمله کردن به ما اینا حمله کنن پدر ما در بیاره، این مصطفی زاده میخواد چیکار کنه؟ آقا هم گفتش که برو برنامه‌تو بردار بیار. من هم گفتم که یه برنامه تهاجمی برداشتم نوشتم، گفتم آقا من میخوام یه گروه هکری به نام پرستو تشکیل بدم، این کارو کنم، اون کارو کنم، اینجوری کنم و این کارو رو انجام بدم. گفت و فرداش دیدم که زنگ زدن، آقای گلپایگانی زنگ زد و گفت تشریف این دفتر رو. رفتم اونجا، یک حکمی رو گذاشت جلوی من که یک متن نامه بود، آقای گلپایگانی امضا کرده بود، نوشته بود حضرت آقا فرمودند دو نقطه، بعد با فونت چیز به آقای مولوی، با فونت چیز نوشته بود که به آقای مولوی بفرمایید که کارشون رو شروع کنن تا با همین امکانات و همین اختیارات شروع کنن تا حکمشون صادر بشه. داره اینا رو؟ اینا رو دارم. آره. بعد خب این که خورد دیگه، خب من دیگه چجوری مثلا جونی گرفته بودم و منم دیرم شد باید بیرم، وقت گذشت. بعد به جونی گرفته بودم حدود نشالله از این چین که برگشتید و اونجای توفیق قاعدتن بالاخره شما تو هر مرحله فینال یه امتیازاتی قطعی دارید که اونها بی مطرح میشه، جهانی مطرح میشه، روشن میشه و هر جا که نیازی بود که من دخالت کنم کمک کنم میکنم. شخص آقای دوری نجف آبادی درگیر یک پرونده فساده که در هفته اخیر 23 نفر بازداشت شدن به خاطرش و پای آقای دوری نجف آبادی به وضوح در پرونده به عنوان یک متهم با اسناد و ادله بسیار زیاد هست به همراه پسرش و در این خصوص اسناد بهت میدم. ادیب که یکی از مقامات ارشد در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، نقش مؤثری در پرونده اخلال در بازار ارز داشته. متهم ردیف اول پرونده اخلال در بازار ارز فردی به نام سالار آقا خان که آقای ادیب تلفنی با بازپرسش صحبت میکنه، وقتی که سالار آقا خان با یک وثیقه 5 میلیارد تومانی که کرایه است، یعنی وثیقه اجاره است، خب وثیقه رو با مبلغ نمیدونم 50 میلیون یا 100 میلیون اجاره کردن گذاشتن، وثیقه قابل بازداشت و اینا نیست، بیزار مشکلات داره. وقتی که آزاد میشه
با ارتباط تنگاتنگی با آقای ادیب داشته، یه جورایی طعمه ادیب بوده. ادیب زنگ میزنه به بازپرس و میگه که ممنوع خروجیشون زیاد بلا مانع است. خب یعنی دیگه مانعی وجود نداره و رفع ممنوع خروجی میشه، یعنی تمدید قرار ممنوع خروجیشون با تلفن تماس تلفنی آقای ادیب و توصیه های ادیب ملغا میشه. لذا بعد از 6 ماه که ممنوع نامه ممنوع خروجیش خورده بود دیگه تمدید نمیشه، ایشون رفع ممنوع خروجی میشه. این یکی از نقش موثر. دو، در پرونده اخلال در بازار ارز شما نگاه کنید، گردش کار پرونده و گردش کار نهایی پرونده سالار آقا خان و نامه‌ای که روی پرونده خورده، صراحتا گفته که مشمول رأفت اسلامی به خاطر همکاری هایی که شده بشه. و خب این یعنی چی؟ یعنی نوع نگارش حتی پرونده رو شما نگاه کنید، از همکاری های گسترده سالار آقا خان با معاونت صحبت کرده، یعنی یه جوری داره کمک میکنه به صورت گویا. موضوع بعدی که هست اینه که تایید صلاحیت کتبی سالار آقا خان رو آقای ادیب داده از طریق بانک مرکزی و مرجع مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی و معاونت ارزش قبل از همکاری، و کلیه فعالیت های نقل و انتقال مالی و غیرش تحت نظارت آقای عدی بود. سالار آقا خان یه پسر 28 ساله است، الان 29 سالش شده، 29 ساله است که آخرین خبری که ازش وجود داره، الان هیچ جا پخش نشده، اینه که از فرودگاه امام خمینی به منظور یک سفر زیارتی که از قبل هم اطلاع داده، گفته من دارم میرم، هیچکی جلوشو نگرفته، به مقصد نجف میره. نجف که رسید، از نجف با توجه به اینکه پاسپورتش پاس ایرانی بوده به کشور ترکیه استانبول سفر کرده. از استانبول ردشو نداریم، ولی فقط همینقدر بگم که کلن دیگه رفت، دیگه هم کسی برش نمیگه. دلیل چیه؟ سالار آقا خان یک رقمهای بزرگی رو به صورت وجوه نقدی، ارزی نقدی از بانک مرکزی با ماشین حمل پول میگرفته و میبرده توی بازار پخش کنه، ولی چون بدون نظارت بوده بین چند صرافی که رفیقاش بودن پخش میکرده و اونا هم صراف به صراف پخش میکردن، در حالی که باید توزیع ارز خرد تو بازار میشده، این صرافی ها میدادن دست مردم، و این باعث شده که افزایش نرخ ارز تا 18,000 تومان و 20,000 تومان زیر سر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده در ارز که عاملش سالار آقا خان بوده. چرا سالار آقا خان باید فراری بشه؟ چون از طریق سالار آقا خان یک رقمی دور بر 7-8 میلیارد دلار تو بازار ارز ایران توزیع شده و کلانهای مفاسد کلان اقتصادی که تو بازار وجود داره از طریق بازداشت سالار که یه پسر جوونه قطعا لو می رفتن، یعنی بچه اگر تحت فشار قرار می گرفت خود ادیبم لو می داد و خیلی آدم های دیگه. و این وقتی که رقم رو داریم بیشتر از 100 میلیون دلار صحبت میکنیم، یه پسر 28 ساله اصلا سایز 100 میلیون دلار نیست. خب این اصلا یک نفر، اصلا 50 ساله هم نه، یک نفر نمیتونه این کار رو هندل کنه، چه برسه 4 میلیارد دلار. لذا یک تیمه، تعداد زیادی آدم هن که همه شون آدم های درشتی هن، آدم هایی هن کسی که میتونه 100 میلیون دلار یعنی 1,000 میلیارد تومان رو هندل بکنه، 1,500 میلیارد تومانه کسی که میتونه همچین چیزی رو هندل بکنه، خدا تا ملک 1,000 میلیاردی داره، یک آدم درشته، یک آدم کوچیک نیست. لذا اینو تحت این لوا میدن بره. یه نکته دیگه که هست اینه که پرونده هایی که وزارت اطلاعات روشون سواره، آقای اینو میخوام حتما روش دقت کنی، آقای ادیبی که از طریق کارشناسش با احضار با جناق شهرام جزائری امین طهماسبی و ترسوندن اون و تحت فشار قرار دادن اون
یوزر پسورد آیکلود موبایل شهرام جزایری رو میگیره که بتونه تمام مکالماتش رو روی آیفون شنود کنه، غیر از این که حالا تحت تلفن شنود بوده، و بتونه لوکیشن شهرام رو داخل کامیون به قول خودشون تو مرز بازرگان بزنن. به شهرام جزایری که اتهامش رو کشیده، 6 سال از حبسش یعنی آزادیش 4 سال گذشته، 4 سالی که آزاده، هیچ جرمی نداره. شهرام جزایری با کامیون بره. حالا گوش کن. 4 سالم از جرمش گذشته، هیچ اتهامی هم نداره، هیچ کاری اقتصادی هم نکرده. عدیبی که روش این سوار تا توی اون کامیون چطور ممکنه یک پرونده باز داغ فعال در حال تحقیقاتی که متهم ردیف اولش بزرگترین اخلالگر اقتصادی بازار ارز بوده، خب بازداشت بوده، خب تحت نظر رو به همین راحتی از فرودگاه امامی که 2000 تا سیستم امنیتی رو چکش میکنه بتونه به راحتی خروج کنه. متوجه شدی؟ آره. آره. این یک موضوع. یک آقایی به نام رضا صالحی، قائم مقام شرکت زعیم، که از مدیران ارشد معاونت فنی وزارت اطلاعات به مدت‌ها به دلیل مسائل مالی، آقای صالحی ارتباطات سنگینی با FSB روسیه داشته. سیستم امنیتی نیروی امنیتی روسیه که ایران ازش خریدهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگاه شنودش رو از اونجا خرید میکرد و اینها، در این نقل و انتقالات مالی مثل اینکه بخش چند اتهام امنیتی و چند اتهام مالی میخوره بهش، مدت 2 سال، البته 2 ماه مثل این که الان تو بازداشت بوده، تازه اومد، بخشید 2 سال تو بازداشت بوده، 2 هفته است که تازه آزاد شده. خب یه عده میگن 2 ماه آزاد شده، ولی آخرین دیدنشون 2 هفته پیش اومده وزارت، ولی خب یک منبع موثق دیگه میگه 2 ماه پیش آزاد شده. خب 2 سال توی بازداشت بوده، زندان بوده آقای رضا صالحی، کد ملی و همه چیشم دارم این خاصیت بهت بدم. تو شرکت صنایع الکترونیک زعیم که شرکت اصلی پشتیبانی از تجهیزات و سخت افزارهای شنود و جنگ الکترونیک وزارت اطلاعاته و مدیریتش هم با همین آقای فیروز آبادیه و دیگه تو اونجا مشغول بوده سالهای سال، بیش از 30 سال، و الان هم دوباره بازگشت به کار کرده به هر صورت که هست. این هم یه خبر. برادر خانم دکتر مشیر در استانبول تو منطقه آکسارای یه خونه داره و یه دفتر داره تو استانبول که اونجا با یک فردی که فکر کنم تو بشن فاضل حسینی میشنست تو؟ نه. خب یک فردی به نام سید محمد فاضل حسینی که بر 4 تا برادر شهید شدن، اونم هم مشهدی همسایه مشیرینا بوده تو مشهد و آدم فساد اخلاقی شدید داره و فساد اقتصادی. این آقا آدم اینا توی استانبول با هماهنگی معاون حقوقی کنسولگری ایران در استانبول اقدام به پولشویی، جابجایی ارز و شناسایی یک سری از عوامل بالا ایرانی خارج از کشور موثر در امور اقتصادی یا حالا چیزایی دیگه میکنن. خب
بعد یک سری یورو و دلار جعلی یعنی فیک های کپی خب حالا دقیقشو نمیدونم واسه چه منظوری ولی انتقال میدن به ایران به ایران انتقال میدن نه به بیرون ایران خب حالا مثلا میبرم میذارم تو چه میدونم تعذیرات حکومتی اون اصلی ها رو میارم بیرون میبرم میبرم تو ستات قاچاق کالا از اصلی ها میارم اینا دقیقشو نمیدونم ولی اینا رو که دارم بهت میگم اینا چیزایی بودی که من خودم شاهدش بودم. یه در رابطه با اون بنیاد خیریه میتونم الان شهر یکی از شهردارهای مناطق رو بیارم پشت خط چنان قالیباف ازش یه عالمه من چیز دارم که اصلا ببین قالیباف ببین برادرزن نگاه کن برادرزنش رضا مشیر و زنش خانم دکتر مشیر برادرش رضا مشیر تو آکسارای استانبول یه خونه داره خب کارش با یه آقایی به نام محمد فاضل حسینی توی استانبول فقط پولشویی پولای جمهوری اسلامی مال وزارت خب اون مشیر زنش خانم دکتر مشیر که از اون مؤسسه خیریش بگیر تو برو الا ماشاءاللهش یا الان فایل صوتی هم ازش دارم خب تا همین آقای سرداری که الان داخل حفاظت بازجویاش هست این سردار همین جانشین قالیباف شریفی این شریفی از هلدینگ یاس بوده خب ماجراش رفت به هلدینگ یاس داره هلدینگ یاس چیه؟ هلدینگ یاس قلب تپنده مافیای خاکستری بود که الان تبدیل شده به هلدینگ سبز ملل پردیس سبز ملل و اسمش عوض شد و این اصلا یک چیزی توش محمود سیف هست میرکاظمی هست اصلا یه چیزی ببین مسعود بگم مسعود من به نظر من خب The Iranian regime also continues to export cruelty outside its own borders. Last week, an Iranian dissident, Masoud Malvi, was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil. The regime's brutality and immorality know no international boundaries. To the courageous people of Iran who refuse to stay silent about 40 years of abuse by the ruling regime, I say simply this, the United States hears you, we support you, and we will continue to stand with you in your struggle for a brighter future for your people and for your great nation. وزارت دارم. خب، اوکی. نه، نگاه کن. وزارت یک معاونت زد داره. یک معاونت معروف به معاونت زد بهش میگن تو داخل معاونت زد خودش یک معاونت پشتیبانی داره یک معاونت اداره معاونت زد یک اداره کل زد جاسوسی داره یک اداره کل هماهنگی داره اداره کل پشتیبانی داره اداره کل بیسیم که معروف شده به ارتباطات داره دیگه بهت عرض بکنم که اداره عملیات داره معاونت عملیات اداره کل ضد جاسوسی که زیر مجموعه معاونت ضد جاسوسی معاونت عملیات سایبری داره خب بعد ساختار چجوریه مثلا تو شهرداری تو گاهی تو شهرداری منطقه 4 میبینی که یک واحد آیتی داری خب معاونت آیتی این منافاتی با اون سازمان فناوری اطلاعات شهرداری نداره رضا تو واجه هم همینه یعنی معاونت 3132 که معروف به معاونت عملیات سایبری اداره کل 3132 هم زیر مجموعه اداره کل 3132 کل ضد جاسوسی هم زیر مجموعه 332 که میشه معاونت فنی مهندسی فهمید شو؟ آره. یعنی هم تجهیزش از اونجا میگیره هم سرویسش به اینجا میده کاری که معاونت عملیات سایبری میکنه
با کاری که معاونت فنی مهندسی میکنه، مثلا معاونت ضد جاسوسی اداره کل عملیات سایبریش، معاونت عملیات سایبری اداره کل ضد جاسوسی کارش چیه؟ کارش اینه که مثلا تمام خطوط هواپیمایی خارجی رو هک میکنه، تمام هتل های مثلا ترکیه، سازمان یون، اچ‌آر‌سی، سازمان ملل، اداره مهاجرت کشورهای اطراف، نمیدونم دیگه، خدمت تل سیستم اپراتورهای تلفن همراه اطراف، چون اونا که بهشون سرویس نمیدن، سرویس اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی دسترسی میگیرن، ابزارات جاسوسیشون از چین و روسیه، از FSB روسیه و چین میگیرن، و یه بخشم خودشون مینویسن. من ببین کل ابزارات وزارت دست منه، رو هاردم دارم، نرم افزارهاشون همه رو. بعد مثلا میخواد ببینن که مانیتور میکنن که چه تعداد آدم رفتن تردد داشتن به ترکیه با چه پروازایی، این آدما ترکیه رفتن پاسپورتاشون رو عوض کردن با چه پروازایی، با چه پاسپورتایی رفتن کشور دیگه. خب یا مثلا دوربین هایی که دور سفارت های آمریکا، اسرائیل و انگلیس در تمام کشورهایی که ایران سفارت داره، اولویت هم با کشورهای دورمونه مثل ترکیه، عراق، افغانستان، امارات، خونه هایی خریدن، حالا سپاه هم این کار کرده، اطلاعات سپاه مجزا خونه خریدن، مانیتور گذاشتن، تیم تعمیم متعقب مراقبت گذاشتن دم سفارت، تو کافی شاپ نشسته داره فیلم برداری عکاسی میکنه، ورود و خروج ها رو به درهای سفارت آمریکا، سفارت اسرائیل مانیتور میکنن با دوربینای قوی، داشته کی میره تو، کی میاد بیرون، ایرانی میره تو یا نمیاد، میاد بیرون. دیگه بهت عرض بکنم که بیمارستان ها، نیروگاه ها، اینا رو هک میکنن. بعد لابلای این دیتا ها وقتی که لازمه رو کیسی سوار بشن، سرچ میکنن میبینن که خب بله، مثلا آقای علیرضا ساسانیان با هواپیمایی ترکیش ایر به مقصد مالزی تاریخ فلان با شماره پرواز فلان رفته، اونجا رفته تو هتل کورن پرنسس، این رجیستریشنش از این ساعت تا این ساعت اونجا بوده، اگر بخوان رو سوارشن اون موقع ممکنه دوربینای هتل رو بزنن، اون موقع ممکنه نفر بفرستن دنبالت، تو اتاقت بذارن. میدونی چی میگم؟ کار معاونت عملیات سایبری اداره کل زد اینه، در حالی که معاونت فنی مهندسی کارش کلانه، تجهیزات شنوده، بی تو پروژه سازمانی آماد، تو سپند، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی، مرد رباتی رو درست کردم برای رفتن تو لوله های نفت، همزمانی که تو قرارگاه بودم، من هم توی سپند بودم، هم توی شرکت پنها هلیکوپتر سازی بودم. تو پنها قرارگاه رفتیم، نقشه های ساخت هلیکوپتر های بل و رابینسون رو هک کردیم، رفتیم شرکت پنها، قرار شد که با هم همکاری، هم چون منم هوش مصنوعی خونده بودم و رباتیک و اینها، از تشکیلات پنها استفاده کنیم هلیکوپتر بسازیم، که 6 فروند هلیکوپتر درست کردیم، هلیکوپتر 6 نفره، تک نفره، دو نفره، حالا عکسش برات همه رو فیلم و ویدیو میفرستم تو همین مستنده. یکی هم تو سپند یک رباتی درست کردیم که تو لوله های نفت و گاز و پتروشیمی و چاهای عمیق میرفت، چاهای عمیق، چاهای بمب 400 متر بود، که این کپسولای انفجاری پروژه 3 معروف بود، که پروژه انفجار بود، برای من پروژه میدان معروف بود، کپسولای درست میکردن، کلاهک رو توش میذاشتن که اورانیوم توش و غیره، ول میکردن میرفت تو عمق 400 متری نزدیک کرمان و سمنان انفجار میشد، میرفت اونجا منفجر میشد. بعد که منفجر انفجار انجام میشد، قبل از انفجار ما این ربات ها رو میفرستدیم تو این چاهه، بررسی میکردیم، فیلم برداری میکردیم، مثل کار میکردیم، میومد بالا. بعد با لرزه نگاری، حتی اسم دکتراش هم اینا رو من میدونم که دانشگاه امریکایی کیا بودن، موقعیت دقیق چاهای انفجاری رو میدونم که الان همین الان پرتو دارن. بعد با لرزه نگاری میفهمیدیم که مثلا چند کیلوتون، مثلا 10 کیلوتون مثلا یا 2 کیلوتون قدرت انفجاری بوده که اون زیر بوده، قدرت انفجار اتمی که اون زیر بوده رو متوجه میشدیم که چقدر هست و موفقیت‌آمیز بوده یا نبوده، و حتی نشون به اون نشون که تو پرونده همین مازیار ابراهیمی و این که اینا رو مجبور کردن اقرار کنن که ما
ترور کردیم دانشمندای هسته‌ای و دلیل این بود که بچه‌های آقای شهریاری، آقای علی محمدی و حالا یه نفر دیگه اعضای اصلی پروژه آماد بودن که بعد از اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردیم و جزئیاتش مشخص شد، قرار بر این شد که اینا دانش فنیشون رو تو همون بازه داشتن انتقال میدادن، ولی کسی نمیدونست که دیگه ما سلاحو داریم. متوجه شدی تا اینجا؟ اینا رو کشتن، یعنی کلا اینا رو خود وزارت اطلاعات، معاونت حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات اینا رو کشت. چجوری کشت؟ حالا جزئیاتش هم به توضیح میدم. اینا رو که کشت، اینا رو مجبور کرد که اعتراف بکنن که اونا رو ما کشتیم که همه چی دیگه درست باشه. خب جزئیات پروندش، اگر سپاه ورود نکرده بود لو میرفت، فهمیدی چی شد؟ که بعدن هم دفتر آقا به سپاه گفت دیگه پیگیری نکن، به اینا هم گفت شما دیگه شکایت نکنید و رضایت بدید. به همشون، از همشون رضایت نامه گرفته شد و به همشون آزاد شدن. یعنی حالا داستان این که اینا هم کشتن این بود که یه جایی بود به نام مؤسسه تحقیقات، انستیتوت تحقیقات نوین. انستیتوت تحقیقات نوین جایی بود که کارهای تحقیقات پلوتونیوم تو اونجا انجام میشد و حدود 60 نفر آلودگی پلوتونیومی پیدا کردن که به همشون توی بازه زمانی مثلا 60 روزه 50 روزه مردن و کشته شدن. یعنی پوستای بدناشون آب شده بود، یه وضعی نور که بهشون میخورد جیغ میزدن. بعد این هم پرونده هاشون هستا. خب حتی من الان پرونده احمد رضا جلالی رو دارم تو زه چیزی رو. تو هیچ جا تو ندیدی که نظام بیا تایید کنه که فعالیت نظامی هسته‌ای داشته، درسته؟ آره. در پرونده احمد رضا جلالی وزارت اطلاعات رسما گزارش کاملی داده که برای پروژه آماد مراکز انفجاری کار میکردن، برای ساخت سلاح هسته‌ای تمام این بچه‌هایی که تو مؤسسه انستیتوت تحقیقات نوین بودن کشته شدن لیستشون. یعنی گزارشی که سازمان پژوهش نوآوری دفاعی به وزارت میده که این احمد رضا جلالی چه اطلاعاتی رو لو داده، عیناً توی پرونده منعکس میشه که من کپیشو در اختیار دارم. خب که وزارت اطلاعات تایید کرده که بر روی برنامه ساخت 5 کلاهک هسته‌ای در پروژه آماد کار میکردن و اون اطلاعاتی که رو رفته در برای اسرائیل درسته و از طریق احمد رضا جلالی بوده. این خیلی مهمه ها. خب و دیگه خدمت هست. حالا این جزئیاتی که من برای توضیح دادم حاشیه کار بود. در باطن کار میدیدیم حاج حبیب الله حقیقی که حالا اسمش آقای معطر، رضا معطر، دندان پزشکی میخوند، یه مدت معاون حفاظت اطلاعات وزارت بود، الان معاون بررسی ویژه است، یا آقای احمد خزایی معاون ضد جاسوسی قبلی حجت الاسلام احمد خزایی که این گند مازیارینا دست ایشون بود. ببینید یا وزارت مدیر کل ضد ها خودت هم به تیمت فکر نکن تو خارج از کشور باشی دست اون بهتون نمیرسه. مثل آب خوردن گیرتون میاریم، اراده بخواییم بکنیم فردا در خونتونیم. ببینه تو بردار نیست، چه شما بخواید با یه کانال تلگرامی اونو به سخره بگیرید. ببینه اگر به خودتون رحم نمی کنید به خانواده هاتون رحم کنید. مثلا جلوتر فیلم هایی که برای چه موقعی هست واقعا اون مکان بسا سعی کنید با تیم اطلاعاتی در نیفتید، این برای خودتون بهتره. طوری نشه که ما مجبور بشیم کاری رو بکنیم که بعدن وقتی بهش فکر میکنیم خودمونم وحشت زده بشیم
از کاری که با شما ها کردیم. میشنوید چی میبیشه؟ ما چطور با آدم های خیانتکار برخورد میکنیم؟ ببینیم دفت بالای دست زیاده. ما مورد داشتیم آقای نیروی بوده، ریزش داشته، خیلی هم پارتیش گلوف بوده. اصطلاح هم پاورش خیلی بالا بوده، پاورش رو صفر کردیم، زیرو. ببینیم پیامایی که رضا من برای مبارزه با اون اقدامات بد دارم این کار رو میکنم. مجموعه کارنامه جمهوری اسلامی نه تنها نمره مثبت نمیگیره و رفوزه میشه، بلکه یک کارنامه سیاهه. یک کارنامه ای که نکات مثبتش انقدر کمه که نسبت به جنایاتی که کرده نمیشه مقایسش کرد. به هر حال به هر قیمتی آدم نباید یک کاری رو بکنه. این پلنیه که ما داریم و حد و حدود امور ما اینه. به ما شخص خامنه ای رو قبول داری تو؟ چیو؟ تو شخص خامنه ای رو قبول داری؟ ببین مثلا شما میگیم شخص خامنه ای رو قبول داری یا نداری مبتنی بر آن چه ازش دیدی تو تلویزیون اینا رو میگی، ولی من مبتنی بر کسی هم که جز اون دوربین فیلم برداری که در اتاق آقای خامنه تو بیت تو حسینیه، تمام این دوربینای اونجا دفتر آقا، کنترلش و حفاظتش و امنیتش دست ما بوده. من مبتنی بر آنچه دیدم ازش حکم منو برای قرارگاه ایشون زد دارم میگم. آقای خامنه ای در عین ساده زیستی که داره جنایتکاره، حکم قتل میده، حکم ترور میده. اوکی. آقای خامنه ای به مجوز شرعی که میسازه از خودش در میاره حکم ترور میده، حکم قتل میده و به زعم خودش میگه که خب من چون شرعیاتو میدونم پس خدا هم مطابق آنچه من میدونم رفتار میکنه. پس الان حکم قتل تو رو هم داده دیگه، به یه نوعی دیگه حکم ترور تو رو هم داده دیگه. بعید نیست، بعید نیست، بعید نیست، بعید نیست. ربایش کنن، درگیری شد، تیراندازی شد. ما یه بازداشتگاهی داریم به نام توحید که این یارو لوینسون و فرود فولادوند و شایان کاویانی و 60-70 نفر دیگه تو اونجا بازداشتن، هیچ کسا نمیدونه کجاست. 60 نفر 60 خورده نفرن 12 سال از 13 سال پیش به این ور ربوده شدن از سراسر دنیا، از ترکیه، از عمان، امارات، از جاهای مختلف. تو تهرانه؟ آره تو تهرانه. بعد این به کی وابسته است این زندان و واجه چیزای مهمتر، مثلا همین ارتباط آقای کمال خرازی و آقای خامنه ای با گروه بیلدنبرگ، این که دلیل چی؟ دلیل این که میگن حکومت ایران انگلیس، آقای احمدی نژاد رو چه حساب میگه انگلیس پشت آقای لاریجانی ایناست؟ چون میدونه پشت سر خامنه ای هم هست. چرا احمدی نژاد میگه آقای وزیر خارجه آمریکا اومد ایران رفت با کی دیدار کرد؟ رفت با کمال خرازی دیدار کرد. تو اون جلسه چی گفت؟ وزیر امور خارجه کجا؟ انگلیس. آها. انگلیس 2-3 سال پیش که اومد ایران، رفت با کمال خرازی، نرفت با وزیر خارجه دیدار کنه. رفت با کمال خرازی دیدار کرد. کمال خرازی رو تو مؤسسه چتم هاوس چیکار میکنه؟ ببین یه سری مسائلی وجود داره که مردم اینا رو نمیدونن. فکر میکنن آقای خامنه‌ای منزهه. تو هم فکر میکنی که آقای خامنه‌ای خیلی چیزاشو قبول نداری به دلایلی که دیکتاتور فلان. آنچه که من از آقای خامنه‌ای میدونم با اونچه که تو میدونی به دیگران میدونن تفاوتش اینه. ارتباطات ایشون با گروه بیلدنبرگ رو شاید فقط وحید حقانیان بدونه، محمدی گلپایگانی بدونه، کمال خرازی بدونه، ولایتی بدونه و یکی دو نفر دیگه. اتفاقا اینا خیلی خوبه که مطرح بشه توی صحبتایی که من دارم میکنم. نظر چیه؟ الان نه. ببین ساختار قدرت رو در داخل حکومت ایران اونهایی که بیرون نگاهش میکنن میگن اصولگرایان تندرو دارن میچرخونن. نه این نیست.
این اکیپی که دارن توی داخل سیستم مدیریت میکنن سرافراز بره، مدیریت میکنن احمدی نژاد بیاد بالا، موسوی نیاد، مدیریت میکنن تو عراق پول چاپ بشه، مدیریت میکنن که 90% مواد مخدر جمع از افغانستان ترانزیت بشه به ترکیه و اروپا بدون اینکه یه بخش کمی توزیع بشه تو ایران. این گروه گروه خاصه، این تیم حلقه امنیتی کسایی هستن که وزیر اطلاعات، معاونین وزیر اطلاعات، معاونین اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه، رئیس ستاد قاچاق مواد مخدر و و و و و و غیره رو منصوب میکنن، تعیین میکنن کی باشد کی نباشد، نهاد کی، آیا تو تیم ما هست یا نیست، در جریان هست یا نیست، چقدر میدونه و غیره. راست شد تا اینجا؟ آره. این شبکه مواد دستشه، پول چاپ میکنه، اون پول چی چاپ میکنه؟ طلاها که تو ترکیه گرفته شد به مال اینا بود. پول چی چاپ میکنه؟ و و و بابک زنجانی، همین حسن رعیت، اینا که میبینی این آدم های رده دو سه. ببین حسن رعیت نفر بعدش مرتضی رضاییه، چی راستش فرق میکنه؟ حسن رعیت کسیه که همون کسیه که کلت گرفت واسه محمود کریمی، همون کسیه که بابک زنجانی رو بابک زنجانی کرد. بابک زنجانی تمام جلساتش، تمام ارتباطاتش با طریق حسن، جلسش با همین جلسه معروفش با فاضل لاریجانی و این با هماهنگ کرد، همون جلسه معروفش با مرتضوی و این هماهنگ کرد، ارتباطاتش با HSBC بانک و بانک خریدن، همه اینا رو این هم هنگ کرد. اصلا این وصلش کرد بابک رو به مرتضی. ببین سردارای خاکستری رفتن از امام یک فرمان هشماده گرفتن، بعد رفتن فرمان هشماده معروف، بعد دستور گرفتن که یک بخشی از فروش نفت کشور در اختیار شورای عالی امنیت ملی باشه برای هزینه هایی که خودش میدونه. بعد با دستور رهبر گفتن این هزینه ها و همه نحوه فروش و غیره در اختیار حاج مرتضی باشه. جای شده تا اینجا؟ آره. یک بخش عمده ای از نفت کشور رو بهش میگن اداره فروش خارج از سرویس. اداره خارج از سرویس یعنی چی؟ قاچاق. اداره فروش خارج از سرویس نفت یعنی نفت قاچاق دیگه، چون باقی نفت اصولا ما باید تو اوپک بفروشه. این فروش، اداره فروش خارج از سرویس، کل درآمدش برای خرید سلاح، تجهیز نیروهای امنیتی و و و و و و غیره هزینه میشه. اخیراً چون درآمدش اومده بود پایین، آقا دستور داد به مجلس تو 20 دقیقه تصویب کردن 2 میلیارد دلار پول فوریشون تزریق کردن. این پول فوری میره باشه میشه مرتضی. مرتضی رفته تیم گذاشته تو ونزوئلا آمریکا رو بزنه، رفته تیم گذاشته تو رو جیبوتی هم خیلی کار کرده نتونستن، توی اریتره تیم گذاشته، تو یمن تیم گذاشته، بگیر و برو که اگر اتفاقی افتاد همه جا رو بتونن بریزن به هم. یه کارایی دارن میکنن تو اصلا تو فکرت نمی گنجه. خود شخص قالیباف یکی از تیم این سرداران مافیای خاکستریه، چه زمانی که فرمانده ناجا بود، چه زمانی که بعد شد فرمانده رئیس شهردار تهران. بعد وقتی که توی ناجا بود که خب تو بحث ترانزیت مواد مخدر و توی بحث امنیتی خب سرویس به این تیم داد، وقتی که شهردار تهران شد خب تو بحث هلدینگ اقتصادی با بنیاد تعاون سپاه و ناجا باید رصد بشه که این چه قراردادهایی رو بست. از جمله‌اش هلدینگ یاسه، بزرگترین اختلاف‌ها و فسادهای اقتصادی تاریخ ایران تو هلدینگ یاس رخ داده. کوچکترین پرونده قضایی که سردار جمال آبرومند و سردار مسعود مهردادی و سردار محمود سیف و این مردی که جانشین قالیباف و خود قالیباف که با دستور خود قالیباف این کار انجام می شده
روی این پرونده انجام شده، پرونده شخصی به نام محمد حسین سبتی که 20 هزار میلیارد تومان زمین خاری شده فقط از همین آدم، از طریق هلدینگ یاس. زمینای اینو خوردن، زمینای سبتی رو خوردن. سبتی رو برمیدارن میارن، سبتی سه زمین تو مشهد داشته، 4000 هکتار تو زمین تو مشهد داشته، اینو برمیدارن میارن هلدینگ یاس. سبتی میگه آقا من زمین از من، پول از شما، مشارکتی شهرک مثل پدیده بسازیم. اینا میگن اوکی. سبتی میگه خب پول به من بدین. اونا میگن خب پول ضمانت بذار پول بهت بدیم. خب سبتی 100 میلیارد تومان پول خودش داشته، پا میشه این 100 میلیارد تومان میره میذاره تو بانک صادرات. بعد پا میشه محمود سیف اینو معرفیش میکنه به علی فلاحیان. این پا میشه میرهش علی فلاحیان، 70 میلیارد تومان به علی فلاحیان آهن میده. حالا داستان چی بوده؟ علی فلاحیان زنگ میزنه به مدیر عامل بانک صادرات که برکنار شد، وزیر بود قبلا، جهرومی. جهرومی قبلا تو وزارت اطلاعات کارمند فلاحیان بود. فلاحیان زنگ میزنه بهش میگه که خب این مورد وثوق ماست و فلان و بیسار و اینها، بهش ضمانتنامه بانکی بده تا سقف 500 میلیارد تومان. خب اون میگه جهرومی میگه 100 میلیارد بیاد بذاره اینجا تا من بهش بدم. این میره حساب باز میخواسته، 2500 میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی طی تعدادی حساب بانکی که توشون پول ریخته بوده میکنه که جمع اون پولا 100 میلیارد بوده، میخواسته 2500 میلیارد روش پول وام بگیره، باقی ما به تفاوتش هم زمین بذاره. خب 100 میلیاردش که میذاره با 500 تاش جهرومی موافقت میکنه. وقتی که موافقت میکنه تو اقاریر سبتی نوشته شده که من اخلاقاً به خاطر کاری که آقای فلاحیان کرد بین خودمون صحبت کردیم، گفتم که آهنالات زمینی که قرار من توش بسازم رو از پسر تو بخرم. درست شد تا اینجا؟ 70 میلیارد تومان از این 500 میلیارد تومان رو میریزه به حساب پسر علی فلاحیان. هیچ آهنی هم فروخته نمیشه، سوری بوده اون قرار داد. درست شد؟ اصلا علی فلاحیان کارش همینه، میشینه پای منقل بافور تو اون خونه، یه خونه داره 7-8 موب گذاشته و یه پرچم ایران گذاشته و این چرت و پرت، میشینه معاملات اینجوری میکنه. بعد تو کجاست خونه؟ چند جا داره، یه دونه تو همون خیابون تو نزدیکی خیابون الوند و آرژانتین اون برا داره، یه دونه داره تو بالا، چند جای مختلف داره، ولی این تو اونجاست. عرض کنم خدمت شما که آها، بعد ضمانتو که میده به هلدینگ سبز ملل که اسم جدید هلدینگ یاسه. میده هلدینگ سبز ملل. هلدینگ سبز ملل طبق مصوبه بنیاد تعاون سپاه، چون بنیاد تعاون سپاه بانک انصار زیر مجموعشه، به بانک انصار دستور داده که این هلدینگ سبز ملل هر مصوبه‌ای که برای کار تولیدی و اقتصادی به شما ارجاع داد، شما منابع مالیشو باید تامین کنید. هلدینگ سبز ملل نامه میزنه به بانک انصار. فکر کن بانک انصار منابع مالی مردمه، منابع مالی این پرسنل سپاه و بسیج و اون ناجاست. میزنه به اونجا که میگه که آقا به من 500 میلیارد تومان پول بدید. میگه برای چی؟ میگه که میخوام تو کار اقتصادی تولیدی سرمایه گذاری کنم. میگه طرح تولیدی چیه؟ یه طرح تولیدی آب شیرین کن آقای سبتی میده تو خوزستان. اینا میدنش به بانک انصار. بانک انصار پولو با سود 18% یا 20% فکر میکنم میده به صورت وام با 1 سال تنفس میده به هلدینگ سبز ملل، منابع مالشون تامین میکنه بدون هیچ چک و سفته و هیچی، فقط دویته یه صورت جلسه از منابع خود سپاه میده. حالا اینجوری که میشن خسته. آقای سردار مهردادی با دستور آقای سیف این پول رو در ازای ضمانتنامه بانکی که از بانک صادرات دریافت میکنن اینا تحویل آقای سبتی میده.
چقدرش رو تحویل میده؟ 100 میلیارد تومان شو. 200 میلیارد تومان از این پول رو بین خودشون تقسیم میکنن. یعنی محمود سیف، مهدادی، خیلی غیره فیشاش هست. اینا بین خودشون رو تقسیم میکنن. 70 میلیارد تومان از اون 200 میلیارد تومان دیگه، 300 میلیارد تومان دیگه هم که رفت دست فلاحیان. یه مدت این سود وامو میداده و کار میرفته جلو، اونجا داشته ساخته میشد و این داستانا. این میگه آقا ما 2500 میلیارد تومان درخواست وام کردیم، 500 تاشو دادن. خب میره به بانک میگه آقا 500 میلیارد تومان دیگه بدیم، بیاین ببینید من زمین رو دارم میسازم. و واقعا هم داشت میساخت. از این طرف تو قراردادی که هلدینگ سبز ملل با سپتی بسته ازش گفته من سود 60% ازت میگیرم. فهمیده چی شد؟ یعنی از اون بعد سودش 18% به بانک میده، نزول داره میده، پول نزول داده. یعنی بنگاه اقتصادی که پول نزول میده و زیر مجموعه بنی تاوان سپاهه. خب این اسنادش کجاست؟ همینجوری که آدم نمیتونه حرف بزنه که. من یه بخشش رو الان برات میفرستم ولی پخش نکن. اوکی. خدمتت عارضم که خب این ماجرا که الان این برات توضیح دادم تا اینجا، تا اینجاش درسته. هلدینگ سبز ملل خب نامه میزنه به بانک. آقای سپتی میگه که آقا من پول لازم دارم، شما که همه پول خودتون خوردید نامردا، خب پول به من بدید، بانکم که نمیده، وضعیت خرابه، چیکار کنیم؟ هلدینگ سبز ملل نامه میزنه به بانک صادرات. میگه آقای بانک صادرات، زینف ضمانت نامه مگه من نیستم؟ میگه آره. میگه که مگه من پول نقدی نریختم داخل اونجا تو حساب؟ میگه آره. میگه مگه منو سپاه تایید نکرده شرکت بزرگم؟ میگه آره. یه نامه از سپاه میاد اونجا میزنن، میگه که آقا ما به اون 100 میلیارد احتیاج داریم، چک و سفته از هلدینگمون میدیم شرکتی میذاریم اونجا، 100 میلیارد آزاد کنیم. 100 میلیارد ضمانت نامه ها آزاد میشه. پنجه درست؟ سند زمین رو هلدینگ سبز ملل میگه که آقای سپتی 100 میلیارد که گرفتی ضمانت نامه رو هواست، سند زمین هم که باشه پیش صادرات، بیا بریم پیش بانک صادرات سند زمین رو بزن به نام ما در رهن ما. سند 4000 هکتاریو میزنه که قیمت سند 4000 هکتاری 16000 میلیارد تومنه. خب این 16000 میلیارد تومن رو میزنه به نام کی؟ میزنه به نام هلدینگ سبز ملل. اینم تا اینجا. یه مدت که میگذره این محمود سیف و مهدادی و حاج محمد کاظمی سازمان حفاظت اطلاعات که با مرتضی رضایی کار میکنه و اینها میگن عجب خری گیر آوردیم، زمینش 16000 میلیارد تومان دست ماه، خودش بدهکار بانکه. درست شد تا اینجا؟ تو زمین ما پول خرج کرده. درست شد تا اینجا؟ به ما هم یه عالمه بدهکاره بابت وامی که بهش داریم، 60% قرارداد مشارکتی که باش بستیم. فشار میذارن روش، میگن آقا بیا پول بده، بیا پول بده، بیا پول بده، بیا پول بده. شبانه به صورت غیر قانونی میرن سپتی و بازداشتش میکنه. آها، سپتی یه شکایت مینویسه به دفتر آقا، میگه آقا من دارم اینجا میسازم، داستان اینه، اینا همشون رشوه گرفتن، اینجوری شده. شبانه سپتی رو میگیرن میبرن سازمان حفاظت اطلاعات سپاه. سپتی رو اونجا نگرش میدارن، حاج محمد کاظمی و محمود سیف پا میشن میرن بالا سرش. رئیس سازمان حفاظت با محمود سیفی که همون آقای در اصل اسم جدیدش شده محسن سجادی نیا، یعنی با اسم پوششیش محسن سجادی نیا سیف، اینا میان بالا سرش. ازش یه عالمه رسید میگیرن تو بازداشتگاه، تو سلول. خب ازش یه عالمه رسید میگیرن،
تمام زمیناشو به نام شخصی خودشون میکنن، 20,000 میلیارد تومان زمینا به نام خودشون میکنن و چک و سفته‌هاشون رو پس میگیرن، رسیداشون رو پس میگیرن. شانس این سفتی بدبخت این بوده که این چک و سفته‌ها رسیده رو برابر اصلش رو توی یه شعبه دادگاهی که از پردیس سبز ملل شکایت کرده بوده، دادگاه درخواست کارشناسی کرده بوده، اونجا بوده. برداشتیم بردیم دفتر سعید تدیون که الان فراری تو آلمان زندگی میکنه. سعید تدیون از نزدیکان آقای گلپایگانیه، خیلی خیلی نزدیک، یعنی محمدی گلپایگانی میاد تو دفترش تو خیابون آرش مینشینه، خب معامله های 500 میلیون یورویی به بالا میکنه. شمش پالم چی میگن، شمش های 250 گرمی طلا هدیه میده تو پاکت به آقای سالار، مدیر عامل اسبق بانک کشاورزی و امثال هم و اینها. یه شرکت تولید قایق‌های سعید تدیون. خب سعید تدیون یکی از اهرم‌های همین هلدینگ یاسه که مثلا اون نمایندگی مرسدس بنز سر خیابون اسفندیار رو میره زیت میخره، بعد میاد جابجاش میکنه 10 برابر قیمت میفروشش به خود هلدینگ یاس. این وسط محمود سیف و غیر و غیر و غیره تو سود خرید و فروش این زمین شریک میشن، چون اونجا رو از یه بنیاد از این ور دوباره به خود هلدینگ یاس که مال زیر مجموع بنیاد توان سپاه میفروشن، 100 میلیارد میخرن، 800 میلیارد دوباره به خود اینا میفروشن. این پول این وسط بین خودشون هست. این کار منجر به بازداشت همه اینا شد. ببین یه دونه نامه دارم برات میفرستم، توضیحات کاملیه که این چیزه، نامه نیست، این دفاعی سپتی رو پرونده است. خب برات فرستادم کل ماجرا رو توضیح داده از دهن سپتی، گزارش ما نیست. خب خود سپتی اون چیزی که واقعی که دوست داره تو دادگاه از خودش دفاع کنه رو طراحی کرده تو ذهنش و اومده نوشته. خب بخونی همه چی دستت میاد. اوکی. بخونی همه چی دستت میاد، ولی اصل موضوع اون چیز گزارش ماست. اونم بپرستارم بطایی شدی؟ پرونده بفرستیم شعبه یک دادگاه رسیدگی به کارکنان نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح. حالا تو فکر میکنی پرونده چی شد؟ نتیجه از دفتر آقا نامه رفت، همه شون رو با سند آزاد کردن. حالا من کپی کامل عقاریدشون تمام پرونده رو دادم. خال بفرست برای من. آره بفرست، من یه مطالعه میکنم این چیزایی که داری. ما مثل اون احمقایی که 40 سال پیش حکومت رو دادید دستشون نیستیم. او این ما از بیس و پایه کار اجرایی امنیتی سیاسی علمی تحصیلاتی کردیم، خودمون ساختیم، اومدیم بالا مدیریتی کردیم. خب حالا این پلنمونه با شناختی که داریم، شما اشتباه دارید میکنی، درست شو؟ هم به اونا باید خودمون رو نشون بدیم و پلنمون رو، هم از این طرف باید پلنشون رو خراب کنیم. راهکارش چیه؟ راهکارش قدرت مردم، توده مردمه. از اون طرف خارج نشین ها مثل آمد نیوز و غیر و غیره نمیتونن اینا رو رد کنن، چون 40 ساله هیچ کس الان تو همون ایستگاه پایانی دروب روح الله زم تیکه برمیگرده بهش میگه که این چیز بیان هست، موجی شبکه بیان، خوب میگه که بیژن فرهودی به من گفت دو تا سند تو هفته یه بار بیا به من برای تو برنامه من حداقل رو کن، من به مردم جوابی بدم. زم به فرهودی برگشته گفته کی تو این دور زمان سند رو میکنه؟ تو اپوزیسیون یه نفره بیار سند داره رو میکنه که من رو کنم دومیش باشم؟ بکن. تو 40 سال گذشته هیچ سندی نداشته رو کنه، ولی ما داریم سند رو میکنیم. تفاوت اینه. حالا این سند ها چون ویدیو هن، حتی اپوزیسیون نمیتونه، اولش میخواست زیر سوال ببره نتونست. من دوتا شوهر فرستادم کامل روشن چیه. خب نتونست زیر سوال ببره. خب که این تو
عزیزا داستان اینا چی میشه واقعا با این کسی؟ علی برادر، علی رضا، میگم داستان اینا با این کسافتکاری چی میشه؟ علی رضا من این همه تلاش نکردم، حبس نکشیدم، این همه خدمت به کشور نکردم، نرفتم سوریه، نرفتم پاکستان، نرفتم، این همه بدبختی درس خوندن، مدال آوردن، این همه جلوی وزارت اینا من وایسادن نکشیدم که امروز پاشم بیام بیرون کشور بشم مثلا یک آدم عادی، چهار تا بزنن تو سرم. میفهمی چی میگم؟ من نونم کم بوده، آبم کم بوده، من اومدم کمر بستم جمع کنم قائله رو، تشم وایستدم، میخوان بکشنم، میخوان هر کاری بکنن،